چو فردا شود فکر فردا کنیم. این عبارت را در مورد شخصی به کار میبرند که به فکر فردای خود نیست و برای آینده خود برنامه ای ندارد. برای مثال وقتی از او درباره آینده بپرسند که چه خواهد کرد، پاسخ میدهد چو فردا شود فکر فردا کنم. داستان و ضرب المثل. این ضرب المثل شعری از کتاب نظامی گنجوی است، اما داستان تاریخی وجود دارد که موجب شهرت آن شده است. جمال الدین ابو اسحاق حاکم شیراز بود. او بسیار خوشگذران بود. در سال 754 هجری محمد مظفر با سپاه خود از یزد به سمت شیراز حرکت تا شیراز را فتح کند. وزیران ابو اسحاق وقتی خبر را شنیدند به شاه ابو اسحاق گفتند، اما او توجهی نکرد و به آنها گفت اگر شخصی در این مورد با او صحبت کند او را خواهد کشت. محمد مظفر و لشکرش به دروازه شهر شیراز رسیده بودند و هنوز شخصی جرأت نداشت که به پادشاه حرفی بزند، تا اینکه شیخ امین الدوله جهرومی خدمتکار شاه از ابو اسحاق خواست تا به پشت بام قصر بروند. وقتی که به پشت بام قصر رفتند پادشاه دید که لشکر زیادی پشت دروازه شهر ایستادند. پادشاه گفت که در این فصل زیبای بهار این مرد خیلی احمق است که به جنگ آمده است و این شعر از کتاب اسکندرنامه را خواند. همان به که امشب تماشا کنیم، چو فردا شود فکر فردا کنیم.